برنامه با ما همراه شده حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. متشکرم، با سلام به شما و به بینندگان عزیز. خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید حمید تقوایی و دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه امروز ما اختصاص داره به فضای بسیار ملتهبی که در جامعه حاکم هست. از یک طرف جنگ حکومت علیه زنان و در مقابل ایستادگی و مقاومت زنان و گسترش بی‌حجابی سراسری، از طرف دیگه صدور احکام پی در پی اعدام و خشم عمومی که افزایش پیدا کرده به طور مشخص در این چند روزه، و همچنین فقر و فلاکتی که ناشی از تورم و گرانی روزافزون هست که بسیار بسیار غیر قابل تحمل تر از گذشته شده. ما نشانه هایی رو از اعتراضات رو داریم میبینیم. جوانی که روی سکویی در کرج رفته تا فراخوان دادخواهان و از زندان که باید به خیابان بازگشت. شما فکر میکنید که این وضعیتی که جمهوری اسلامی حاکم کرده تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه و آیا ما مشابه این وضعیت رو در دوره های گذشته هم داشتیم؟ به نظر من اولین نکته این هست که با شاهد یک دور تازه‌ای هستیم در روند انقلاب زن زندگی آزادی. شما به نمونه های متأخرش اشاره کردید، ولی اگر بخوایم کمی عقب‌تر بریم، من فکر میکنم از مقطعی که اینها موشک پراکنی به اسرائیل رو شروع کردن با این امید که جامعه رو تحت شعاع فضای جنگی و امنیتی قرار بدن، روند اوضاع کاملا برخلاف نیت اونا پیش رفت و جامعه هر روز معترضتر، فعالتر و خشمگینتر شد. که این جنگ خیابانی بین زنان جسور و شجاع با مزدوران حکومتی، این یک عرصه از این مبارزه است. در تدارک اول ماه مه و در خود اول ماه مه، روز جهانی کارگر، باز شاهد این بودیم که چطور تجمعات خیابانی، اعتراضات، دیوار نویسی ها بالا گرفت. و به خصوص یک عامل تازه، بزرگداشت این مراسم در طی 3 روز در بند زنان زندان بود. و الان شما به نمونه اشاره کردید که از زندان چطور دارن علیه حجاب، تحمیل حجاب و علیه حکومت پیام میدن، فراخوان میدن، و همینطور در خارج زندان هم چهرهای مختلف، نهادهای مختلف به میدون اومدن. ما شاهد این هستیم که تجمعات خیابانی داره دوباره به خیابان برمیگرده. نشانه هایی که شما گفتید یک روند بالنده است، یک روند روبه رشده. و من فکر میکنم همه مردم، همه جامعه معترض الان مترست اینه، در تدارک اینه، خودشو برای این آماده میکنه که دوباره به خیابونها برگرده و کار این حکومت رو یکسره کنه. و همین اتفاقات در شرایطی میفته که حکومت در منتهای درماندگی و ضعف و فلاکتش هست. و همچنان که در عرصه مبارزه برای حجاب میبینیم کاملا شکست خورده، این عرصه از دستش پدر اومده و هر تلاشی هم میکنه به عکس خودش تبدیل میشه. همین یک نمونه مبارزه علیه حجاب اجباری نشون میده که چطور جامعه خودش رو آماده میکنه برای یک خیزش و مجدد و یک برآمد مجددی در خیابان ها. خیلی متشکرم حمید تقوایی. الان گفتمان بازگشت به خیابان ها بسیار بسیار تقویت شده و ما میبینیم که از جمع های مردم عادی، دور همی ها، تا جمع های بین فعالین، تا اتاق های اسپیس در شبکه اکس، تا پیام از زندان و جوانی که روی سکو رفته، و میبینیم از ابعاد مختلف داره ضرورت بازگشت به خیابان مطرح میشه. به نظر شما الان آیا پیش زمینه بازگشت به خیابان مهیا شده، یا اینکه مکانیزم های دیگری لازم هست برای بازگشت به خیابان؟ چون خیلی ها این تصور رو هم دارند که خب بازگشت به خیابان میتونه هزینه هایی در بر داشته باشه. جمهوری اسلامی هم خب حمله میکنه به معترضین. به نظر شما الان در چه شرایطی هستیم و اگر پیش زمینه هنوز مهیا نیست، چه مکانیزم هایی لازم هست که ما شاهد یک جمعیت انبوه و قابل توجهی در بازگشت به خیابان باشیم؟ به نظر من بری زمینه های اجتماعی و عینی این هم فراهمه و هر روز هم ما میبینیم این شرایط بیشتر آماده میشه و مردم هم این رو دارن میبینن.
بس بر اساس این هست که چه باید کرد فعالین و دستاندرکاران انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین عرصه‌های مشخص مبارزه مثل علیه اعدام، علیه یورش و حکومت به زنان و علیه فقر و فراکت و غیره، این عرصه‌ها چطور فعالینش به میدون میان، متحد میشن، دست به عمل مشترک میزنن. به نظر یک حلقه برای پیشبرد این قضیه این هست که اکتیویست ها و فعالین جبهه‌های که من بهشون میگم جبهه‌های اصلی نبرد انقلاب در این شرایط، اینا متحد بشن. ببینید هر انقلابی بالاخره در دوره معینی مسائلی رو به جلو میرونه، مقاطعی مسائلی عمده میشه و مهم میشه و جامعه و حکومت بر سر اون به نبرد جانانه دست میزنن. الان مشخصا مسئله اعدام ها، مسئله حجاب و مسئله فقر و فراکت سه عرصه ای هست که جامعه بر سر اونها داره هر روز بیشتر قطبی میشه و اعتراضات و به چالش کشیدن حکومت و تعرض در اینها هر روز تشدید میشه. به خیابان آمدن قابل تصور هست که در این عرصه ها میشه و باید با شعارهای خیابانی و تجمعات خیابانی به پیش اومد و الگویی که به نظران به دست داده میشه از دو جنبه، یک درگیری خیابانی تقریبا هر روزه زنان و مزدوران حکومتی هست، یک تجمعات بازنشستگان که در یک سال و شاید بیش از یک سال اخیر تقریبا هر هفته ادامه داشته و در اول ماه می هم نمونه های اوج اون رو دیدیم با شعارهای نه تنها در دفاع از خواستای بازنشستگان و کارگران و علیه فقر و فساد، بلکه همچنین با شعارهایی در حمایت از زنان، از جنبش بیجابی، علیه اعدام توماش، علیه احکام اعدام. اینها این الگو به نظر من تجمعات بازنشستگان الگویی به دست میده از دو جنبه، همیشه به اینها پیوست، مثلا دانشجویان میتونن به این تجمعات بپیوندند یا اعلام همبستگی با اون بکنن، در کنار کارگران بازنشسته و شاغل قرار میگیرن و هم الگویی برای که در عرصه‌های دیگه مثل علیه اعدام همینطور به خیابان ها اومد، تجمع کرد و در برابر حکومت ایستاد. من فکر میکنم در این اینکه این شرایط فراهمه، در این حال باید فعالین و احزاب انقلابی مثل حزب ما اقدامات معینی در دستور بگذاریم تا این سازمان یافته و هماهنگ و متحد به پیش بره. بدون این فاکتور دوم به نظر نمیشه انتظار داشت که خود به خودی خیابان ها بجوشه. اگر هم اوسیان خود به خودی باشه فرو می نشینه. برای سازمان یافتن، برای اتحاد وسیع بین فعالین و برای تداوم این هم لازمه که همه آسین ها رو بالا بزنیم و این شرایط بازگشت به خیابان ها رو تدارک ببینیم. بسیار خوب. حمید تقوایی، حالا یه بخشی از گفتمان در متن انقلاب زن زندگی آزادی هم برمیگرده به اعتصابات سراسری. خب ما همیشه در طول دست کم یک دهه گذشته شاید اعتصابات سراسری، حالا نه مثل انقلاب زن زندگی آزادی ولی در بخش‌های کارگری اعتصابات سراسری معلمان بودیم، در دوره انقلاب زن زندگی آزادی هم اعتصابات دانشجویان و همچنین کسبه و بازاریان، خب دو به نظرم پایه اعتصاب بسیار مهم در انقلاب بودن. همین این روزها هم ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در بین کامیون رانان هستیم، رانندگان کامیون، و در چند روز گذشته در بین کسبه و بازار طلا، که خب همه بر این در واقع صحبت‌هایی که در گفتمان‌هایی که میشه در شبکه‌های اجتماعی بر این باورند که این اعتصابات میتونه در بازتولید فضای اعتراضی تاثیرگذار باشه. اما اون اعتصاب سراسری بزرگی که همه بخش‌های جامعه باید بیان پاش بسیار لازم و ضروری هست. شما فکر می‌کنید که الان چقدر پیش زمینه اون شکل از اعتصابات سراسری در بین کارگران، معلمان، دانشجویان، حتی دبیرستان‌ها توسط دانش آموزان، بخش‌های مهم جامعه مثل رانندگان حمل و نقل لازم و ضروری هست و چه اقداماتی برای یک اعتصابات سراسری همزمان باید صورت بگیره؟ چون بی برو برگرد ما باید
باید بریم به سمت اعتصاب عمومی. شما فکر میکنید که چقدر این گفتمان سیاسیش الان در جریان ضروریه و چقدر برای عملی شدن اون ما زمان لازم داریم یا همین الان زمانش فرا رسیده؟ خب ببینید، تا جایی که به گفتمان مربوط میشه به نظر من این هفته اخیر، از قبل، از چند روز قبل از روز جهانی کارگر تا امروز، این گفتمان به سرعت در جامعه گسترش پیدا کرده و خیلی ها رو ضرورت این هم انگوش میذارن و مطرح میکنن که باید رفت به طرف اعتصابات عمومی و اعتصابات سراسری، از جمله فراخانی که شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی داد، از جمله فراخانی که گوهر عشقی داد، از جمله اشاره به این در بیانیه های مختلف دانش آموزان، دانشجویان و بخش های مختلف جامعه. بنابراین از این نقطه نظر که جامعه الان این رو روی میز گذاشته و داره راجبش صحبت میکنه، ما قدم های خوبی به جلو اومدیم. ولی از لحاظ عملی ببینید، باید تفکیک کرد بین اعتصابات بخش های مختلف که مستقیما حکومت یا سرنگونی و مد نظر ندارن، اعتصاب میکنن برای خواستای مشخص خودشون که بخشی از خواستای انقلاب هم هست، تقویت کننده انقلاب هم حتما هست، ولی بالاخره اعتصاب بخش مختلف، اعتصاباتی که در دوره در کارگران نفت مشخصا داشتیم، اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون که الان شما به اشاره کردید، اعتصاب بازاریان در دورهای مختلف، امروز اعتصاب طلافروشان، از این نوع است. این نوع اعتصابات هم در خود اگر تکثیر بشه، هر چند هر بخشی خواستای خودشو مطرح کنه و همزمان بشه، این ضربه مهمی به حکومت خواهد بود. منتها اون اعتصاب عمومی که ما انتظار داریم که همه جامعه به میدون بیاد، در برابر حکومت بیسته و در واقع چرخ اقتصاد رو فلج کنه برای اینکه ضربه بزنه به حکومت، این به نظر من یک شرایط عینی بیشتری میخواد، از جمله برآمده خیابانی. من فکر نمی کنم اعتصابات سراسری عمومی به این شکلی که الان توضیح دادم، به شکل اعتصابات سیاسی در مقابل حکومت، بدون اینکه خیابان تکانی بخوره یا حرکت بیشتری از این چیزی که امروز میبینیم درش اتفاق بیفته، بتونن اعتصابات شکل بگیره. بنابراین در عین اینکه ما باید پرچم اعتصابات سراسری رو بلند کنیم، گفتمانش رو دامن بزنیم، اقناع کنیم، نشون بدیم که این ممکنه، میشه، ضربه مهمی هست، در این حال باید برای تجمعات خیابانی تلاش کرد. اینها همزمان میتونن رخ بدن و همزمان میتونن خیلی قوی تر باشن. بدون هر یک، بخصوص بدون تجمعات خیابانی، به نظر من فراتر از گفتمان اعتصاب سراسری نمیشه رفت، در این اینکه اعتصابات بخشهای مختلف برای خواستهای خودشون کاملا ممکنه و نمونه های زیادی شما اشاره کردید ما داشتیم و هنوز هم میتونیم داشته باشیم. در هر حال تمام قضیه اینه، وقتی ما میگیم خیابان، به نظر من معنی به اصطلاح کلان این کلمه هم تظاهرات و تجمعات و اعتراضات خیابانی هست و هم اعتصابات، به یک معنا یعنی به میدان آمدن مردم و اراده جمعی مردم برای ضربه زدن به حکومت. این باید دیده بشه در جامعه، این باید شکل بگیره، چه در خیابان چه به شکل اعتصاب، و اینا دو رکن مهم هر انقلابی هستن، از جمله انقلاب زن زندگی آزادی. خیلی متشکرم حمید تقوایی که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. متشکرم.